بینده گرامی، انتخابات جنجالی امریکا دیروز شروع شد و قرار بود که اول صبح امروز چهارشنبه نتایج اعلان شوند. اما فکر میکنم که نتایج تا چند روز آینده اعلام نخواهد شد و جنجال های تازه هم شروع خواهد شد که دو رقیب یک دیگه خود به تقلب متهم خواهد کردن و کار به محکمه و قاضی و اینا خواهد رسید. احتمالا چون ما تا که دیروز گفتیم غنی هم گفته که یا مرگ یا ارگ، و ترامپ هم گفته تا یک دوره دیگه من رئیس جمهور امریکا نباشم ماندنی نیستم. اما آیا بایدن او را میگذارن؟ نمیگذارن، مسئله جداگانه نیست. ولی در میان بینده گرامی، هموطنان ما در رابطه به اینکه کی رئیس جمهور میشه هر کدام نظریات خود دارن. بعض ها به این باور و به این تصور هستن که اگر رئیس جمهور امریکا تغییر میکنه احتمالا سیاست خارجی امریکا هم تغییر میکنه و بخصوص ما افغان ها انتظار از این داریم که هر کس که میه حداقل صلح را به وطن ما باز کردنه. اما یا واقعا برنده انتخابات امریکا تاثیر بالای اوضاع کشور ما داره؟ از دید ما که سال هاست در اینجا هم هستم، انتخابات هم یک جا رو دیدیم، امریکا رو دیدیم، بعد از وعده های رئیس های جمهور و صدر اعظم رو دیدیم، اما وقتی که در صحنه عمل قرار گرفتن اما شعر معروف بود که چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، اون کاری را کردن که برشون وظیفه سپرده شد. یکی میره یکی میایه بینده گرامی، اما این رفت و آمدها تأثیر زیاده در سیاست خارجی امریکا نداره. مثلا یک تعداد از هموطنان ما خوشحال به این هستن که اگر جو بایدن رئیس جمهور امریکا شود، آیا بایدن با ترامپ در سیاست خارجی با هم دیگه خود اختلاف نظر دارن؟ چی فکر میکنی شما؟ اما فعلا دارن، در گفتار دارن و در کمپاین های انتخاباتی خود این چیزا رو مشخص ساختن، اما آیا در عمل چی؟ با مخالفت های دارن؟ یادتان است که جو بایدن تردید خاص خود برش بیان کرده بود نسبت به کشور ما و او هم دوست داره که مانند اسلاف خود مثل ریگن و جوش کلان و جوش خورد اینا بوش کلان و بوش خورد ببخشین قضیه افغانستان از دید پاکستان دنبال کنه. او یک مرتبه به صدای بلند گفته بود که امکان نداره افغانستان یک پارچه شود. یادتان است سالها قبل نگفته بود و تاریخ 8 فوریه امسال گفته بود که در باره افغانستان باید بگویم که من کاملا مخالف ایده ملت سازی در این کشور بودم. ممکن نیست که آن کشور، یعنی منظورش افغانستان است، متحد شوند. هیچ امکان ندارد که آن کشور یک پارچه شود. بایدن در همین خصوص اضافه کرده بود که اما شاید بتوان با اقدامات از انجام عملات بیشتر از خاک افغانستان جلوگیری کرد. جو بایدن بینده گرامی در این مناظره با اشاره به تجربیات خود در باری افغانستان گفته بود که وقتی که پاکستان 3 ولایت افغانستان را در شرق کشور کنترل می کند، افغانستان را نمی توانیم ما درست کنیم، درست شدنی نیست. بایدن اضافه کرده بود که نیروهای امریکایی از افغانستان، اینجا را خوب بدقت گوش کنید بینده گرامی، نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند و در عوض پاکستان پایگاه برای این سربازان در اختیار امریکا قرار بدهد تا واشنگتن بتواند به جلوگیری از عملات تروریستی از افغانستان به امریکا را ادامه بدهد. خوب یه حرف یاد شما باشه بینده گرامی. بایدن بازم گفته بود که نیروهای امریکایی می توانند با پرواز از این پایگاه ها عملیات ضد توریستی خود در داخل افغانستان
ادامه بدن. خب این نظر خاص بایدن است در مورد کشور ما. اومده بالا اشاره کردم به نگرامی که تغییر در پست ریاست جمهوری تأثیر چندان در سیاست خارجی امریکا ندارد. به طور مثال شما خود شما فکر میکنم یک ماه بیشتر بود یا کمتر از او در می جریان یک ماه گذشته خبرهای ما شما شدیم که امریکایی ها وسایط نظامی خود انتقال دادن به پاکستان با اعتراض تند ولیس جرگه هم برابر شد. اما امریکا کار خود کرد و حتی بخشی از پایگاه های خود در افغانستان و خصوص در بگرام تخریب کرد و احتمالا پایگاه در پاکستان برای خود در نظر گرفته و از آنجا این نظریه بایدن که افغانستان را باید از دید پاکستان ببینن و از طریق پاکستان نظارت کنن عملی میشه. پس دیده میشه که در بعد خارجی با وجود اختلافات که هر دو نفر یا هر دو کاندید یا ترامپ و بایدن نشان میتن وجود نداره و هر دو با یک اندیشن فقط با کلمات بازی میکنن. اما بین بیندایگرامی بایدن و ترامپ یک طرف بگذاریم، لحظه خود ما بین خود به اندیشیم که آیا واقعا ما یک ملت هستیم؟ سوال است که باید در قدم نخست خود ما به این سوال پاسخ بدیم. اگر یک ملت هستیم پس چرا اینقدر ما خوار و زبون شدیم که حتی بیگانه بر ما تمسخر میکنن؟ حتی قریب بود که در سال 94 و 96 ببخشید 96 94 خب تشکیل دانش سرطانی طالب در 96 طالب بخشای بیشتر از خاک افغانستان تصرف کرد. قریب بود که ما جز صوبه سرحد پنجم پاکستان شدیم و پاکستان چند سال قدامت داره در جغرافیای کره زمین، همه کی میفهمیم. و ما ادعای 5000 سال تاریخ داریم، تاریخ زیست با همی که در اوراق تاریخ ما میخوانیم. اما در 40 سال گذشته ما وقتی که تاریخ نخوندیم، تاریخ خود ما شاهد بودیم و تاریخ خود ما رقم زدیم، دیدیم که ما مشکلات داریم. یعنی مشکلات در بین مردم داریم. خب به این سوال بازم ادامه میدیم که اگر ما ملت واحد نیستیم چرا باید ما در جهت ملت سازی دانشمندان خوده، علمای خوده، چیز فهمای خوده انتقاد نمی کنیم که کاری را انجام ندادن؟ این مسئله که ما در هر تجاوز در برابر متجاوزین متحد بودیم، یک دست بودیم، جنگیدیم، مخصوصا در آخرین نبرده که با روس ها بود و بدنبالش تجاوز پاکستان که با افراطی هایی که از چین و پاکستان و عرب و از اینجا آمده بودن ورزه کردیم، یک دست یک پارچه بودیم. ما فکر میکنم مسئله جداگانی هست، نباید ما او رو به همیش مثال بدیم که ما در هر تجاوز ما متحد بودیم. اما آیا بعد از اینکه متجاوز در کشور ما شکست خورده باز هم ما با هم یک جا بودیم یا هر کدام به گونه جداگانه زیست کردیم؟ و اگر جدا بودیم و جدا هستیم ما قصر کیست؟ آیا از دید شما مردم بی سواد و کم سواد ما که چیز از این بازی ها نمی دانن ما قصر هستن؟ و یا بزرگانی که خدا را در لباس سران قوم جا زدن و از این طریق تغذیه میشن و بالاخره این روش غیرملی زیر نام سران قوم و وزارت اقوام و قبایل چرا از جانب دولت های وقت از زای شاکی یادمون بیه تا فعلا تا
توسط دولت های وقت فعلی حمایت شدن و پول های بسیار زیاده در این مسیر مصرف میشه. پس مقصر مردم ما نیست، مقصر کم سواد ها و بی سواد های ما نیست، مقصر اصلی دولت مردم بودن نه مردم هم. مقصر اصلی کسایی بودن که به نام قوم خدا رهبر قوم ساختن، از آدرس قوم صاحب نام و نشان و زمین و دارایی شدن و تلاششان هم همی بوده که در هر کجا سران قوم امازک، سران قوم پوان، سران قوم شمالی که از اینوی اینا فقط ساخته شدن تا اقوام به صورت جداگانه در کشور ما زندگی کنه و وزارت به نام اقوام قبایل که کارهای خود میکنه. خب بنده گرامی، اگر ما ناراحت نمیشیم که چرا دیگران ما را تمسخر میکنن و میگوین که امکان نداره که این مردم یک پارچه شون، پس از دید شما راه یک پارچه شدن چیست؟ و چرا در این مسیر ما قدم نمیگذاریم؟ اگر رژیم های گذاشته این میراث شوم برای ما به ارمغان گذاشتن، آیا وظیفه ما نیست که برای نجات حداقل خود و اگر از خود نمیتونیم برای نجات نسل فردا قدم های استوار برای ملت شدن برداریم؟ فکر میکنم که وقتش است اگر ما و خود حرکت بدهیم. و گفت اسرائیلی راه هموار است، ما رهرو نیستیم. راه هموار است، ما رهرو نیستیم. بی سبب در هر قدم می ایستیم، اما در این راه در شوار و پیمودن این جاده پر از همو پیچ میده گرامی، با صراحت و با اطمینان خاطر بر شما وعده میتونم که تلویزیون امید 24 مطلقا در اختیار هموطنان ملی اندیش ما قرار داره، هموطنان ما که به آینده وطن، به آینده فرزندانی وطن مسئولانه و دور از طرز دیدهای قومی و منطقی و زبانی و سیاسی می‌نگرند. ما در اختیار از اونا تلویزیون قرار می‌دهیم تا نظریات و داشتای علمی خود از طریق به دیگران برسانند و تا سرزفتی جدید که برنامه ها به صورت مستقیم برای شما تقدیم میشه و امکان ارتباط از هر گوشه دنیا با تلویزیون است. ما بیشتر دوست داریم که در همین رابطه ها کار کنیم، نه مثل دیگر تلویزیون ها که من توهین نمی کنم خدای نخواسته، اما لین ها باز است، هر کی که دل تنگش هرچی خواست میگه، یکی یکی را توهین میکنه، یکی کس دیگه را توهین میکنه، یکی به یکی دیگر دشنام میده، یکی قوم، یکی حزب، یکی این راه. ما با پلانی که داریم ایست که اگر گام مثبت در همین مسیری که گفتم برداشته نتانیم، پس یادتان باشه که از گذاشتن گام های منفی شدیدن جلوگیری خواد کردیم و کسی اجازه توهین و تحقیر نخواد دادیم، مگر اینکه نظریات سالم و سازندهی داشته باشن. خب بعضا نظریات کم تند و عریان می باشه که برای بعضی ها شنیدن یا عزم کردنش مشکل است، اما اجازه توهین و تحقیر به هیچ کس از طریق تلویزیون داده نمیشه. برگردیم بیدای گرامی پت دوباره به انتخابات امریکا. جان بولتن مشاور سابق امنیت ملی ترامپ امروز چهارشنبه اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور در خصوص اعلام پیروزی زودنگامش در انتخابات یک رسوایی خواست خواند. بولتون امروز چهارشنبه چهارم نوامبر در گفتگوی در خصوص سخنرانی دونالد ترامپ پیش از اعلام نتایج انتخابات گفت که او به صراحت به دلیل منافع شخصی خود صحت و سلامت روند انتخابات را زیر سوال برد. اما دونالد ترامپ چی گفت؟ بین اول بشنیم، بعد از این ما شما هم میتونیم که قضاوت کنیم. For a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. Because you know what happened? They knew they couldn't win
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to... بوتون در ادامه گفتگوی خود با شبکه اسکای نیوز تاکید کرد که ادعای پیروزی از سوی رئیس جمهوری آن هم در حالی که هنوز نتایج اعلام نشده کاملا غیر مسئولانه و غیر قابل قبول است. این سیاستمدار دستراسی امریکایی همچنان با اشاره به این که هنوز احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات وجود دارد افزود هنوز مشخص نیست چه کسی پیروز انتخابات خواهد بود، اما این که او به دلایل منافع شخصی کل روند انتخابات را زیر سوال میبرد شرم آور است. خب رای گیری به موقع پایان رسید و آنچه در حال انجام است شمارش آرا است. ترامپ ادامه کند که شمارش آرایی که از طریق پست دریافت میشه اعتبار نداره و باید متوقف شود. میلیون ها نفر از طریق پست رای دادن. در صبح چهارشنبه فقط در بعضی ایالت های کلیدی است که شمارش آرا ادامه داشته است. اما گره کار در کجاست و در کدام ایالت های امریکا هست؟ نتیجه نهایی انتخابات امریکا در گرو نتیجه نهایی آرا در 6 ایالت امریکا هست.